سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز. حسن روحانی میگوید نسبت به آینده خوشبین است و این خوشبینی روز به روز هم به گفته او بیشتر می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی در دیدار با معاونان خود و وزرا گفته قدم های خوبی در تمامی زمینه ها برداشته شده، اما برای رسیدن به نقطه مطلوب راه زیادی باقی مانده و برای شکوفایی اقتصادی و تعالی فرهنگی نیازمند عزم ملی هستیم. آقای روحانی با تقدیر از علی خامنه ای و نامگذاری او برای سال جدید گفت اگر در کشوری فرهنگ و اقتصاد سامان یابد، بقیه امور نیز به دنبال آن درست خواهد شد. وبسایت رجا نیوز خبر داد سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی در یکی از مساجد جزیره کیش با اعتراض شماری از حاضران به اغتشاش کشیده شد و ناتمام ماند. سایت های نزدیک به رفسنجانی نوشتند برهم زنندگان این سخنرانی به جهتگیری های سیاسی خاص معروف هستند. به دنبال اغتشاش در سخنرانی هاشمی رفسنجانی، جاسم جادری، استاندار هرمزگان، مسعود قانعی فرد، فرماندار بندر لنگه و محمد حسین حسن بیگی بخشدار کیش را برکنار کرد. کیش گرچه منطقه آزاد است، اما بر اساس تقسیمات کشوری یکی از بخش‌های فرمانداری شهرستان بندر لنگه به شمار می‌رود. گفته شده است استاندار هرمزگان در واکنش به این حادثه شماره دیگری از مقامات از جمله رئیس دفتر خود را نیز برکنار کرده است. امیر محبیان تحلیلگر سیاسی محافظه‌کار با بیان اینکه ورود سعید جلیلی به انتخابات عمدی و برای دو قطبی کردن وضعیت بود گفته است حسن روحانی پروژه نظام برای تعامل با جهان بود. آقای محبیان در گفتگو با ویژنامه اعتماد گفته است سیستم قصد داشت حرکتی حساب شده در حوزه تعامل بین المللی انجام داد که نه احمدی نژاد می توانست این نقش را بازی کند و نه مصلحت بود کار به دست اصلاح طلبان بیفتد. سردبیر خبرگزاری آریا افزوده است آنچه رای به روحانی را برای مردم معنادار کرده بود حضور جلیلی بود و بنابراین بخش مهمی از مردم بیشتر از آنکه به روحانی رای بدهند، رای آنها رای نه به جلیلی بود. و با اشاره به تیم احمدی نژاد گفت احمدی نژاد و مشائی می دانستند که سیستم اجازه کاندیداتوری و پیروزی مشائی را نمی دهد. هدف آنها این بود که کنار کشیدن مشائی را موضوع یک معامله کنند و خشم نظام علیه اعمال تیم احمدی نژاد را با رد صلاحیت او تخلیه کنند. یک فرماندار سپاه مجدداً به سخنان چند هفته پیش علی اکبر ناطق نوری حمله کرد و گفت کسانی که انقلابی ها را تندرو می دانند رفاه طلبی شیرین دنیا آنها را کور کرده است. اخیراً آقای ناطق نوری طی سخنانی به شدت به افراطگرایان و بی‌ترمزها حمله کرده و گفته بود مصیبت کشور ایران همین تندروها هستند. اکبر هاشمی رفسنجانی نیز بارها و به شدت از افراطگرایان انتقاد کرده است که هر بار با واکنش محافظه‌کاران روبرو شده است. هفته‌نامه توقیف شده نه دی در آخرین شماره خود گفتگویی از یک عضو سابق شورای فرماندهی سپاه پاسداران علیه اکبر هاشمی رفسنجانی و علی اکبر ناطق نوری منتشر کرده است. این عضو سابق شورای فرماندهی سپاه در این گفتگو با اشاره تلویحی به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و علی اکبر ناطق نوری رئیس بازرسی دفتر خامنه‌ای از موضع‌گیری آنها در انتقاد از تندروی و افراطی‌گری حزب الله در ایران انتقاد کرده است. وی که نامش در این هفته‌نامه منتشر نشده گفته کسانی که انقلابی‌ها را تندرو می‌دانند رفاه طلبی چرب و شیرین دنیا آنها را کور کرده است. این عضو سپاه خطاب به این افراد گفته ای آقایانی که میگویید ترمز بریده، این راه انقلابی است که راه اولیاست، راه 14 محسوم است. وی افزود بزرگترین ارفاقی که میشود به اینها کرد این است که بگوییم نیامدید، ایستادید، در حالی که در عمل نشان دادند که برگشتند. این مقام سپاه اضافه کرده رفاه طلبی های این افراد آنقدر زیاد شده که مردم کوچه و بازار هم می دانند. وی افزود من یقین دارم که انقلابی ها مسئله اولشان مسئله امام است و بعد مقام رهبری.
در رابطه با همین فتنه این آقایان کدام یک از مواضیع رهبری را یک صدومش را تکرار کردند؟ این عضو سابق شورای فرماندهی سپاه در بخش دیگری از این گفتگو در کنایه‌ای به هاشمی رفسنجانی گفته اینهایی که این حرفها را در مخالفت با سیره انبیایی امام خمینی میزنند نهایتش میرسند به همان کسانی که مدعی حکم غیر انسانی قصاص هستند. موزگیری های اکبر هاشمی رفسنجانی و علی اکبر ناطق نوری در چند ماه اخیر با انتقاد و اعتراض گروهی از محافظه‌کاران تندرو مواجه شده است. علی اکبر ناطق نوری در آخرین سخنرانی خود در یک مراسم ختم با حمله به افرادگرایان و تندروها در جمهوری اسلامی با بیان اینکه افراطی ها با ایمان نیستند گفته بود همکنون یکی از بدبختی های کشور ما این است که گرفتار تندروها و بی ترمزها هستیم. ناطق نوری که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است با بیان اینکه تندروی و نامتعادل حرکت کردن به کشور و انقلاب ضربه میزند گفته بود برای پرهیز از افراط گرایی همگی باید خود را با علی خامنه ای تنظیم کنند. سخنان ناطق نوری در کنار حملات اکبر هاشمی رفسنجانی به تندروها بارها با واکنش سپاهیان و محافظه‌کاران روبرو شده و هر بار یکی از این افراد به این دو تاختند. در آخرین مورد و به دنبال سخنان ناطق نوری حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان خطاب به ناطق نوری گفته بود بدانید که حضرت عالی پست و مقام و زندگی آرام و بی دغدغه خود را مدیون فداکاری و پاکبازی کسانی هستید که آنان را تندرو بی ترمز می نامید. شریعت‌مداری افسوده بود بسیجی بی ترمز است با این توضیح که وابستگی ها و دلبستگی های نظیر زندگی مرفع و اشرافی خانه های لوکس و ماشین های گران قیمت که مانع حضور بی تکلف دنیا دوستان در روزهای حادثه و دفاع و حمایت جانانه و ایثارگرانه از اسلام و انقلاب و نظام و مردم است برای بسیجی و بسیجی ها ترمز نیست. بر اساس گفته های چهره های مختلف سیاسی زندگی شخصی ناطق نوری و هاشمی رفسنجانی بسیار لوکس و مرفع است. نشست سران اتحادیه عرب که از صبح سه‌شنبه در کویت آغاز شد امروز چهارشنبه ادامه می‌یابد. به گزارش خبرگزاری رویترز این نشست در حالی برگزار می‌شود که اختلافات میان کشورهای عرب خلیج فارس شدت یافته است. عربستان سعودی، امارات متحده و بحرین اخیراً با متهم کردن قطر به حمایت از اخوان المسلمین و گروه‌های تندروی اسلامی و مداخله در امور داخلی این کشورها سفیران خود را از دوحه فراخواندند. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه همچنین نمایندگانی از ائتلاف ملی سوریه در این اجلاس شرکت دارند. در همین حال شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان در این اجلاس جامعه جهانی را به خیانت در حق اپوزیسیون سوریه متهم کرد و گفت امتناع جامعه جهانی از مسلح کردن مخالفان بشار اسد آنها را به شکاری ساده تبدیل کرده است. ولیعهد عربستان همچنین خواستار حمایت از شورشیان سوریه شد و تاکید کرد برای دستیابی به هر راه حلی برای بحران سوریه نخست باید توازن قوا در این کشور به وجود آید. جنگ داخلی سوریه که وارد چهارمین سال خود شده تا کنون به مرگ بیش از 140 هزار نفر و آوارگی میلیون ها تن دیگر انجامیده است. گزارش های اخیر از سوریه گویای آن است که نیروهای حکومتی نسبت به شورشیان برتری هایی یافتند که این مسئله احمد جربا رهبر شورای ائتلاف ملی سوریه را بران داشته است که از اتحادیه عرب بخواهد سلاح های پیشرفته در اختیار آن بگذارند. دادگاه رسیدگی به اتهام‌های محمد بدیع رهبر گروه اخوان المسلمین مصر و حدود 700 تن از متهمان دیگر در شهر منیا تشکیل شد. به گزارش خبرگزاری رویترز محمد بدیع به دلایل امنیتی به جلسه دادگاه آورده نشده بود و وکلای مدافع نیز جلسه دادگاه را تحریم کرده بودند. روز دوشنبه دادگاه دیگری در شهر منیا 529 تن از هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده را به اعدام محکوم کرد که با انتقادهای بین المللی روبرو شد. این عده حق تقاضای تجدید نظر دارند.
در مجموع حدود 1200 نفر متهم به قتل یا اقدام به قتل ماموران پلیس و شکنجه آنها در جریان تظاهرات به طرفداری از محمد مرسی در این شهر هستند و شمار زیادی از آنها غیاباً محاکمه می شوند. اما دولت ترکیه صدور احکام اعدام برای 529 تن از اعضای اخوان المسلمین را به غیر قابل قبول و غیر قانونی دانست. مایستان بختیاری خبرنگار ما از ترکیه و جزئیات بیشتر. صدور حکم اعدام برای 529 نفر از اعضا و هواداران اخوان المسلمین در مصر از سوی دادگاهی در این کشور واکنش شدید و اعتراضی دولت ترکیه رو به همراه داشت. از جمله در این رابطه آقای داوودوغلو وزیر امور خارجه امروز در اظهار نظری گفتن این اقدام نشون میده که تا چند اندازه دولت کودتا و ضد دموکراسی با قانون بیگانه هستش. روز دوشنبه دادگاهی در مصر 529 نفر از اعضا و هواداران اخوان المسلمین رو به اتهام حمله به مقر پلیس و کشتن یک افسر پلیس به اعدام محکوم کرد. حکم اعدام که به هر حال واکنش سازمان‌های مختلف حقوق بشری رو نیز به همراه داشت و همینطور مقامات کشورهای مختلف نسبت به این موضوع اظهار نظر کردن و همینطور که گفتیم کشور ترکیه هم اعتراض شدیدی داشت نسبت به صدور چنین حکمی. از حدود 7 ماه پیش که دولت آقای محمد مرسی در مصر از قدرت برکنار شده، دولت آقای اردوغان هرگز دولت جدید رو به رسمیت نشناخته و از دولت جدید در مصر به عنوان دولت کودتا نام برده. خود آقای اردوغان اعلام کرده بود پیشتر و بارها همین موضوع رو تکرار کرده که تنها رئیس جمهور قانونی در مصر آقای محمد مرسی هستش و خواستار آزادی اون از زندان شده بود. حتی آقای اردوغان در مراسم‌های مختلفی با بالا بردن دستش و نشون دادن علامت رابعه همبستگی خودش رو با اخوان المسلمین اعلام کرده بود. مجموعه چنین موضع‌گیری های از سوی دولت ترکیه باعث شد تا دولت جدید در مصر هم یک واکنش اعتراضی نسبت به این اقدامات دولت ترکیه داشته باشه و سفیر این کشور رو از قاهره اخراج کرد، اقدامی که به هر حال از سوی دولت ترکیه هم بی‌پاسخ نموند و در اقدام مشابه سفیر مصر رو از ترکیه اخراج کرد. به هر حال در اون زمان آقای اردوغان گفته بود که من نمیتونم برای کسانی که با کودتا بر سر قدرت اومدن احترام قائل باشم. در طی این مدت، در طی تمام این 7 ماه هم رابطه دو کشور هر روز رو به سردی و تیرگی گذاشت و روزهای پرتنشی رو پشت سر گذاشت. به هر حال طبیعی هم بود دولت ترکیه نسبت به این موضوع واکنش نشون بده. امروز آقای داوودوغلو همینطور در این رابطه گفتن که ما همواره گفتیم که در کنار مردم مصر باقی خواهیم موند و بازگشت دموکراسی مصر که منعکس کننده اراده مردم باشه بسیار حائز اهمیت هستش برای مصر. جدا از اظهار نظر و اعتراض دولت ترکیه نسبت به صدور چنین حکمی، سازمان‌های مختلف حقوق بشری و مقامات کشورهای مختلف هم از صدور چنین حکمی تا حدود زیادی شگفت زده شدن. از جمله سازمان عفو بین‌الملل در این رابطه گفته که صدور حکم اعدام هم به صورت دست جمعی و فعلی از سوی این دادگاه امر بی سابقه‌ای در جهان بوده. در پایان نشست دو روزه امنیت هسته‌ای در لاهه هلند، 35 کشور با اتخاذ تدابیر شدیدتر برای مقابله با تروریسم هسته‌ای موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، هیئت‌های نمایندگی 35 کشور جهان روز سه‌شنبه 5 فروردین ماه وعده دادند تا تدابیر بین‌المللی مربوط به امنیت هسته‌ای را در قوانین داخلی خود بگنجانند. این کشورها همچنین با بازنگری مستقل در مقررات امنیتی خود برای جلوگیری از دسترسی تروریست‌ها به مواد رادیواکتیو موافقت کردند. 18 کشور از جمله روسیه، چین، هند و پاکستان از امضای این طرح که ایده مشترک هلند، آمریکا و کره جنوبی بود خودداری کردند. سومین نشست امنیت هسته‌ای 4 فروردین ماه با حضور نمایندگان 53 کشور جهان در لاهه آغاز شد. ایران و کره شمالی به این نشست دعوت نشده بودند. رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی کم سابقه به روسیه درباره پیشروی بیشتر در خاک اوکراین هشدار داد و گفت آمریکا نگران این مسئله است. از زمان الحاق کریمه به روسیه در هفته گذشته، کشورهای غربی موضع تندی در قبال مسکو اتخاذ کرده و علاوه بر اعمال تحریم علیه برخی مقام‌های روسیه، این کشور را از میزبانی نشست گروه 8 کنار گذاشته و از این گروه اخراج کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که در نشست خبری مشترک با مارک رات نخست وزیر هلند سخن می‌گفت، در سخنانی کم سابقه به روسیه هشداری شدید و لحن داد.
آقای اوباما گفت اگر روسیه در خاک اوکراین بیشتر پیشروی کند، رهبران جهان چارچوبی برای تحمیل هزینه‌های اضافی علیه این کشور تدارک دیدند. به گفته وی تحریم‌های اضافی به روسیه آسیب خواهد زد، ولی اقتصاد سایر کشورها را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین افزود روسیه یک قدرت منطقه‌ای است و تهدید آن علیه همسایگانش از موضع ضعف است. باراک اوباما که برای شرکت در نشست امنیت هسته‌ای در لاهی هلند به سر می‌برد گفت اقداماتی که روسیه انجام می‌دهد انتخابی بسیار بد است و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه راه دیگری را برگزیند. آقای اوباما همچنین گفته اگر اوکراینی‌ها یک انتخاب داشته باشند آن هم این است که هم با روسیه و هم با اروپا رابطه داشته باشند. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد ایالات متحده الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را به رسمیت نخواهد شناخت. در تحولی دیگر پارلمان اوکراین وزیر دفاع موقت این کشور را به دلیل ضعف در برخورد با نیروهای روسی در شبه جزیره کریمه از کار برکنار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این اقدام پس از آن صورت گرفت که اوکراین دستور عقب نشینی ارتش خود در کریمه را صادر کرد بدون اینکه حتی یک تیر به سوی نیروهای روسی شلیک کند. بر اساس این گزارش 228 نماینده پارلمان 450 نفره اوکراین با برکناری ایگور تنیوخ موافقت کردند. در همین حال سخنگوی وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد نیروهای روسی روز سه‌شنبه به آخرین ناو اوکراینی در کریمه حمله کردند. سلزنوف در صفحه اختصاصی خود در شبکه اجتماعی اینترنت اعلام کرد در حالی که در دریاچه دونوزلاف خدمه مینروب ناو چرکاسی در داخل آن سنگر گرفته بودند، مهاجمان وارد عرشه ناو شدند. به گفته یک ملوان اوکراینی این ناو در حالی که بالگردهای روسی بر فراز دریاچه در پرواز بودند، مهاجمان با دو قایق تندرو خود را به ناو مینروب رساندند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ناوگان روسیه با قرار دادن دو فروند از کشتی‌های خود در گذرگاه منتهی به دریای سیاه، مسیر ناوهای اوکراینی را در دریاچه دونوزلاف مسدود کرده بودند. الحاق کریمه به روسیه واکنش‌های تند غرب علیه روسیه را به دنبال داشته است. در همین راستا روز دوشنبه G8 روسیه را از میزبانی نشست گروه کنار گذاشت و از این گروه اخراج کرد. هفت کشور صنعتی که شامل آمریکا، آلمان، بریتانیا، فرانسه، کانادا، ایتالیا و ژاپن است، در بیانیه‌ای گفتند که نقض آشکار قوانین بین‌المللی چالشی جدی برای حاکمیت قانون در سراسر جهان است و باید باعث نگرانی تمام ملت‌ها شود. این اقدام هفت کشور صنعتی با واکنش سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روبرو شد و او هم گفت که گروه 8 یک باشگاه غیررسمی است و برای ورود به آن نیازی به بلیت نیست و نمی‌تواند هم کسی را اخراج کند. احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و دبیر کل سازمان ادوار تحکیم وحدت به مرخصی آمد. به گزارش ندای سبز آزادی، دبیر کل سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت در خرداد 88 تنها ساعتی پس از اعلام نتایج انتخابات جنجالی ریاست جمهوری دهم از سوی ماموران امنیتی بازداشت و 141 روز در سلول انفرادی بند 240 زندان اوین به سر برد. وی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 6 سال زندان و تبعید در گناباد و ممنوعیت مادام العمر از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی محکوم شد و اکنون در زندان رجایی شهر دوران محکومیت خود را می‌گذراند. احمد زیدآبادی برنده جایزه قلم طلایی سال 2010 مؤسسه جهانی مطبوعات و جایزه جهانی آزادی مطبوعات سازمان یونسکو و گیامورو کانو در سال 2011 است. سال نو برای زندانیان سیاسی زندان اوین با محدودیت‌های بی‌سابقه شروع شده است. پس از لغو همه مرخصی‌ها در نوروز امسال، مسئولان قوه قضاییه اولین ملاقات هفتگی زندانیان سیاسی را نیز لغو کردند. به گزارش وبسایت کلمه، طبق ماده 182 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، مسئولان زندان موظفند به طور هفتگی حداقل یک بار امکان ملاقات زندانی با خانواده را فراهم کنند و این قانون هیچ شرط و اجازه‌ای برای لغو این حق زندانی در نظر نگرفته است. زندانیان سیاسی همچنین برخلاف سایر زندانیان حتی امکان تبریک نوروز به خانواده‌هایشان از طریق تماس تلفنی را نیز نداشتند. وبسایت کلمه نوشته است
این گونه فشارهای بی سابقه به دلیل گزارش‌های اخیر احمد شهید و بان کی‌مون و عصبانیت مسئولان ارشد قضایی در این رابطه بوده است که انتقام آن را از زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنها می‌گیرند. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته است کمیته ویژه‌ای در این کمیسیون لایحه جرم سیاسی را در دست بررسی دارد و بخش‌های زیادی از آن را هنوز باقی مانده تا این کمیسیون به جمع‌بندی برسد. به گزارش خبرگزاری مجلس، محمد علی اصفهانی گفته است پس از عید نوروز و در ماه‌های آتی ممکن است کار بررسی لایحه جرم سیاسی به اتمام برسد. لایحه جرم سیاسی از دولت به مجلس ارائه شد که برای آن تعریف و مجازات در نظر گرفته شود، اما هنوز پس از گذشت 10 سال به سرانجام نرسیده است. اتوبوس حامل راهیان نور باز هم قربانی گرفت و تعدادی را به کام مرگ فرستاد. این حادثه در خط مرزی طلائیه در استان خوزستان رخ داد که تا لحظه تنظیم این خبر 9 دانش آموز کشته و 30 نفر زخمی شدند. راهیان نور نام اردوهای اکثران دانش آموزی است که از نقاط مختلف کشور با اتوبوس راهی خوزستان می شوند تا از مناطق جنگی بازمانده از جنگ ایران و عراق بازدید کنند. رئیس اداره تصادفات پلیس راه ایران از واژگونی یک دستگاه اتوبوس حامل راهیان نور در استان خوزستان خبر داد که تاکنون 6 کشته بر جای گذاشته است. سرهنگ همایون اسفندی به خبرگزاری ایسنا گفت حوالی ساعت 14 سه‌شنبه یک دستگاه اتوبوس حامل راهیان نور که از زرند کرمان برای بازدید از مناطق جنگی عازم خوزستان بود در 15 کیلومتری خط مرزی طلایه استان خوزستان در جاده فرعی دچار واژگونی شد. رئیس اداره تصادفات پلیس راه کشور افزود در پی این حادثه متاسفانه تاکنون 6 تن که همگی پسر هستند کشته شدند و تعدادی نیز مجروح و به بیمارستان منتقل شدند. راهیان نور نام اردوهای اکثران دانش آموزی است که از نقاط مختلف کشور با اتوبوس راهی خوزستان می شوند تا از مناطق جنگی بازمانده از جنگ ایران و عراق بازدید کنند. بیشتر این اردوها همزمان با تعطیلات نوروزی و نیز تعطیلات تابستانی فعال می شوند. مسئولیت سازماندهی این اردوها را بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس بر عهده دارد. مقام‌های دولتی و انتظامی ایران می گویند دانش آموزان و دانشجویان شرکت کننده در این اردوها به طور داوطلبانه در آن شرکت می کنند. اما خانواده ها می گویند 10 نمره درس دفاع در مدارس مربوط به همین شرکت در اردوی راهیان نور و سفر به مناطق سابقا جنگی است. حتی گفته می شود برای شرکت در اردوها به زور از والدین امضا گرفته می شود. چند روز پیش نیز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با دست‌اندرکاران اردوی راهیان نور از آنان تقدیر کرده و خواسته بود که فعالیت‌هایشان را گسترش دهند، چرا که به گفته او فرهنگ دفاع مقدس باید زنده نگاه داشته شود. بنابر گزارش‌های رسانه‌های ایران از سال 1386 تا کنون بیش از 100 دانش آموز در تصادف‌های اردوهای راهیان نور کشته شدند. پرتلفات‌ترین و ناگوارترین این سلسله حوادث در مهر ماه 1391 رخ داد و در جریان آن 26 دانش آموز دختر مقطع دوم دبیرستان اهل بروجن در دم کشته و 23 دانش آموز دیگر زخمی شدند. دولت استرالیا میگوید جستجو برای یافتن هواپیمای گمشده مالزی امروز چهارشنبه با بهتر شدن هوا اثر گرفته می شود. جستجوها اکنون به محدوده کوچکتر در جنوب اقیانوس هند متمرکز شده است. دولت مالزی روز دوشنبه اعلام کرد شواهد ماهواره‌ای نشان می دهد که این هواپیما در جنوب اقیانوس هند سقوط کرده و سرنشینان آن کشته شدند. روز دوشنبه خانواده‌های مسافرانی که دولت مالزی را متهم به پنهانکاری در رساندن اطلاعات می‌کنند در مقابل سفارت مالزی در پکن تظاهرات کردند. دولت چین نیز از مالزی خواسته است تا اطلاعات ماهواره‌ای را که بر اساس آن خبر را اعلام کرده به چین بدهد.
منابع نزدیک به شاخه سیاسی حماس به شبکه المونیتور اعلام کردند روابط ایران و حماس بار دیگر به وضعیت سابق باز می‌گردد. المونیتور در این خصوص گزارش داد دور جدید روابط ایران و حماس در پی تحولات اخیر منطقه به ویژه خلع محمد مرسی از قدرت در مصر و تیرگی روابط قطر با دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس به ویژه عربستان صورت می‌گیرد. بر اساس این گزارش، قطر واسطه عادی‌سازی روابط ایران و حماس شده است و سفر اخیر خالد العطیه وزیر خارجه قطر در اواخر فوریه به تهران به همین منظور بوده است. طبق گزارش المونیتور قرار است به زودی خالد مشعل رئیس شاخه سیاسی حماس دیداری از تهران داشته باشد. روابط ایران و حماس در دو سال گذشته و در پی بحران جنگ داخلی سوریه کاهش یافته بود. گروه حماس از مخالفان مسلح حکومت سوریه حمایت می کند در حالی که جمهوری اسلامی از مدافعان بشار اسد است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی یمن از روبوده شدن دو کارمند خارجی سازمان ملل در این کشور به دست افراد مسلح خبر داد. هنوز از سرنوشت این افراد خبری منتشر نشده و فرد یا گروهی نیز مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفته است. با توجه به ناآرامی در یمن، همواره اخبار زیادی مبنی بر روبوده شدن اتباع خارجی در این کشور منتشر می شود. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه از آماده باش ارتش این کشور خبر داد. به گزارش منابع خبری ترکیه، آقای گل که برای شرکت در نشست سیاست‌های امنیت هسته‌ای به هلند سفر کرده است، در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به سرنگونی جنگنده سوریه توسط جنگنده‌های این کشور و ادعای اصابت چند گلوله خمپاره از سوی سوریه به قلمرو این کشور گفت: ترکیه آنچه که لازم باشد انجام خواهد داد. و همکنون نیروهای زمینی، هوایی و دریایی این کشور در آماده باش کامل به سر میبرند. منابع خبری امروز از اصابت 3 گلوله خمپاره به شهرستان یالاداغی خبر دادند. منابع خبری به نقل از مقامات ترکیه نوشتند ارتش این کشور در اقدامی تلافی جویانه اهدافی را در خاک سوریه بمباران کردند. جنگنده های نیروی هوایی ترکیه روز دوشنبه یک جنگنده سوریه را به دلیل ورود به حریم هوایی این کشور سرنگون کردند. سازمان جهانی بهداشت در گزارش سالانه‌اش برآورد کرده است که از هر 8 مرگ در سال 2012 یکی به علت آلودگی هوا بوده است. بنابراین گزارش، آلودگی هوا در حال حاضر بزرگترین خطر محیطی برای سلامتی است. در این گزارش تخمین زده شده است که 7 میلیون نفر در سال 2012 بر اثر بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا چون بیماری‌های قلبی، سکته و بیماری‌های ریوی جان خود را از دست دادند. بر اساس این گزارش، بدترین مناطق آلوده در غرب اقیانوس و جنوب شرق آسیا قرار دارند. وزارت خارجه آمریکا با اشاره به اعدام یکی از مرزبانان ایرانی توسط گروه جیش العدل خواستار آزادی هرچه سریعتر مرزبانان در بند شد. در همین راستا و در پی انتشار خبر اعدام جمشید دانایی‌فر و همچنین انتقاد پاکستان مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران موضوع مرزبانان را پیگیری نمی‌کند، مقام‌های ایرانی این ادعای پاکستان را رد کرده و این کشور را مسئول پاسخگویی به مرگ مرزبان ایرانی دانستند. وزیر کشور ایران گفته امیدوار است کشته شدن این مرزبان صحت نداشته باشد. وزارت خارجه آمریکا ضمن ابراز ناراحتی از اخبار منتشر شده پیرامون اعدام یکی از مرزبانان ایرانی توسط گروه تروریستی جیش العدل خواستار آزادی هرچه سریعتر مرزبانان دربند شد. آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا، در بیانیه کوتاهی که منتشر نموده در این باره آورده است: ما این گزارشات تایید نشده را در مورد کشتن یکی از مرزبانان ربوده شده ایرانی توسط گروه جیش العدل دیدیم و این وضعیت را با دقت دنبال می کنیم. امید ما این است که این خبر صحیح نباشد و خواستار آزادی سریع و بازگشت امن این مرزبانان ایرانی به خاک ایران هستیم. در همین راستا رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، نیز درباره آخرین وضعیت مرزبانان ربوده شده ایرانی گفت:
مذاکرات زیادی با دولت پاکستان انجام شد و امیدواریم آنچه که درباره شهادت یکی از مرزبانان ایرانی مطرح شده است درست نباشد. وی با اشاره به اینکه در صورت صحت این مسئله ایران مجبور است مباحث دیگری را جستجو کند گفت: امیدواریم دولت پاکستان موضوع را سنجیده تر هدایت و کنترل کند. در خبر دیگر، مقامات جمهوری اسلامی به گفته های روز گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان واکنش نشان داده. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز گذشته گفته بود که کمیته ویژه مشترکی با شرکت مقامات ایران و پاکستان تشکیل شد، اما مقامات ایرانی هیچگاه در این باره با ما تماسی برقرار نکردند. در این خصوص مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، با اشاره به کشته شدن مرزبان ایرانی، دولت پاکستان را مسئول پاسخگویی به این رویداد دانست. مرضیه افخم با بیان اینکه تاکنون اقدام جدی از سوی طرفهای پاکستانی انجام نشده است گفت: عدم اقدام جدی نسبت به هر گونه اقدام و تحرکی که مغایر با روابط دوستانه و برادرانه دو کشور همسایه مسلمان صورت گیرد خلاف حسن همجواری است. حسین علی امیری، قائم مقام وزیر کشور، نیز ادعای سخنگوی وزارت خارجه پاکستان را مبنی بر اینکه مقام‌های ایرانی در باره وضعیت مرزبانان ربوده شده تماسی با مقام‌های پاکستانی نداشتند را رد کرد. حسین علی امیری گفت: در ملاقاتی که ما با رئیس مجلس ایالتی پاکستان و هیئت همراه داشتیم، این موضوع را مطرح کرده بودیم. به گفته وی، جمهوری اسلامی در نشست بین المجالس کشورهای اسلامی که در تهران برگزار شد و نمایندگانی از مجلس ملی و سنای پاکستان نیز در آن حضور داشتند، درباره آخرین وضعیت مرزبانان ایرانی با آنها گفتگو کرد. همچنین کمیته مرزی مشترکی در این رابطه تشکیل شد و در آنجا نیز پیگیری های لازم انجام شده است. 5 مرزبان ایرانی روز جمعه 18 بهمن ماه سال 1392 در منطقه مرزی با پاکستان ناپدید شدند و پس از آن رویداد گروه جیش العدل با انتشار تصاویری در شبکه‌های اجتماعی مسئولیت ربودن این افراد را به عهده گرفت و سرانجام نیز این گروه شامگاه یکشنبه 3 فروردین ماه اعلام کرد که جمشید دانایی فر را اعدام کرده است. مسئولان ایرانی میگویند مرزبانانی که گروه جیش العدل آنها را ربوده در خاک پاکستان نگهداری میشوند. اکبر ترکان، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد، میگوید جاسک به عنوان منطقه ویژه اقتصادی در شورای هماهنگی تصویب شده و در مرحله تقدیم به مجلس شورای اسلامی قرار دارد. آقای ترکان از دستور رئیس جمهور مبنی بر احداث پایانه دوم صادراتی نفت ایران به موازات خارک خبر داد و گفت در حال حاضر خارک پایانه اول ما در خلیج فارس محسوب می شود و در آینده نیز جاسک پایانه دوم ما در دریای عمان می شود. مشاور رئیس جمهور به نقل از وزیر نفت از انتقال خط لوله‌ای منشعب از خط 7 صادراتی گاز ایران به جاسک خبر داد که بخشی از آن برای صادرات به عمان و بخشی دیگر برای مصارف صنایع پتروشیمی و صنایع فولاد در منطقه جاسک است. محسن رانانی، استادیار دانشگاه اصفهان، در تحلیل مفصلی از شرایط کنونی اقتصاد ایران که در وبسایت الف منتشر شده گفته است مردم پس از روی کار آمدن روحانی نسبت به وضعیت اقتصادی خوشبین شدند، اما مدتی دیگر آنها وارد فاز کنش خواهند شد.
رولانی میگوید اگر نشانه های اقتصادی اواخر دولت دهم ادامه می‌یافت، پایان کار چیزی جز فروپاشی و تورم چهار نعل و ورشکستگی های گسترده در اقتصاد و امواج بیکاری و شورش کارگران و فرار مدیران نبود. این اقتصاددان ایرانی توضیح داده که انتخابات ریاست جمهوری 11 معادله یأس از وضع موجود و ترس از آینده‌ای وحشتناک در افکار عمومی را برهم زد و نوعی نشاط ایجاد کرد و مردم پس از آن وارد فاز نظاره و ارزیابی شدند. رولانی تاکید کرده که تحولات بعدی و واکنش مردم بستگی به رفتار دولت و رفتار سایر بخش‌های نظام با دولت دارد. سازمان انتقال خون تهران با اعلام خبر کاهش شدید ذخایر خونی از مردم خواست تا برای اهدای خون به پایگاه‌های انتقال خون مراجعه کنند. فاطمه نادعلی رئیس سازمان انتقال خون استان تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت میزان ذخایر خونی در روزهای پایانی سال 92 به مرز هشدار رسید و این مسئله ما را در تأمین خون و فرآورده‌های خونی مورد نیاز بیمارستان‌ها با مشکل روبرو کرده است. رئیس سازمان انتقال خون تهران از مردم خواست برای اهدای خون به پایگاه‌های انتقال خون مراجعه کنند. در سالهای اخیر گزارش‌هایی از فروش خون توسط جمهوری اسلامی و همچنین ورود خون‌های آلوده به ایدز به کشور منتشر شده است. مؤید علویان رئیس شبکه ملی هپاتیت کشور از افزایش هپاتیت بی در استان‌های گرگان و سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت در گرگان و سیستان و بلوچستان شیوع هپاتیت به 7% رسیده است، در حالی که در دیگر استان‌ها شیوع این بیماری 2 یا کمتر از 2% است. آقای علویان همچنین گفته جامعه جوان با تهدیدی به نام رفتارهای پرخطر مواجه است که همین امر میتواند شیوع هپاتیت سی را هم بالا ببرد. بنابراین باید به جوانان آموزش دهیم و با آگاه سازی آنها را از این خطر برهانیم. به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنونم که با تلویزیون ایران فردا همراه هستید. شب و روز خوبی را برای شما آرزو میکنم.